مثبت منفی مثبت میشه. بله. سطر دوم یا ستون دوم اگه باشه، سطر دوم باشه فی مثبت. حتما. خواهش میکنم. بذار من حالا این بار گذاری کنم بیرم. دوازده بچه کتاب کارگو رو باز کنید تا اینجا من آپلودش کنم. کتاب کارگو رو باز کنید، فکر کنم صفحه 18 باشه که از روی کتاب کار رو پیش بردیم. نمیدونم چرا صفحه من بارگذاری نمیشه. آن شد. خب اومد. خب بچه صفحه 18 رو لطفا بیارید. آگو صفحه 18. با وجودی که من تصویر خودم رو قطع کردم باز سرعت به شدت پایینه. خب صفحه 18 رو بچه باز کردیم انشالله. داریم نگاه میکنیم. صفحه 18 دترمینان. دترمینان میگه که به هر ماتریس مربعی ما یه عدد حقیقی نسبت میدیم که دترمینان ماتریس گفته میشه. خب دترمینان اول ماتریس مربعی باشه. ماتریس مربعی. بعد اینا با چیزی شبیه دتا می‌نویسیم یا چیزی شبیه نماد قدر مطلق هم داریم. بچه اینجا N بین یک و سه چرت و پرت گفته. مرتبه ماتریس 1 در 1، 2 در 2، 3 در 3 میتونه باشه، 4 در 4، 5 در 5 اینا هم میتونه باشه. اینجا منطقه چون ماتریس هایی که ما توی کتاب میخونیم دترمینانش تا 3 در 3 هست گفته N بین 1 و 3 هست، ولی که نه، محدودیت نداره. هر ماتریس مربعی تا مرتبه خیلی بالاتر هم میتونه دترمینان داشته باشه. خب برای محاسبه دترمینان اومده چیزی که گفتیم به شما، میگه که یک ماتریس 1 در 1 دترمینانش میشه خود اون عدد ماتریس. یک ماتریس 1 در 1 دترمینانش میشه خود عدد ماتریس. ماتریس 2 در 2 هم که بچگیامون یاد گرفتیم، ماتریس 2 در 2 هم که دترمینانش میشه عادل منهای B3، این رو هم که بله. اما ماتریس 3 در 3، ماتریس 3 در 3 اینجا اومده روی سطر اول بس داده. اول بس داده چگونه؟ گفته A1 ضرب در یه چیزی. بعد گفته که بعد گفته A1 3 ضرب در یک چیزی. چه چیزی؟ مثلا برای A11 میاد سطر و ستون شامل A11 رو حذف میکنه. چی میمونه؟ این میمونه، این ماتریس 2 در 2 کناری میمونه.
اینم میاد اینجا دترمینانش رو می‌نویسه. این میاد دترمینانش رو می‌نویسه. دوباره برای ما درایه دوم سطح ستونش رو حذف می‌کنه، بعد درایه سوم سطح ستونش رو حذف می‌کنه و اون ماتریسی که باقی مونه، ماتریس 2 در 2 مونه، درایه‌اش رو می‌نویسه. خب چی گفتیم بچه‌ها؟ همین الان پسری موجودی به نام میرعارفین، آقای سید میرعارفین پرسید. بچه‌ها گفتیم اولی مثبت، منفی، مثبت. مثبت منفی مثبت، مثبت منفی مثبت فرموله ها، منتها خود اون درایه ها میتونن نتیجه منفی داشته باشن. این توی فرمول مثبت منفی. خب بچه نیا کنید، این مثبت منفی مثبتی رو که من گفتم، این یارو اومده با این چیزایی که من به صورت سبز نشون میدم نشون بده. منفی 1 به توان 1 به علاوه 1، منظورش همین علامت مثبته. منفی 1 به توان 1 به علاوه 2، یعنی منفی توان 3، منظورش همین علامت منفیه. منفی 1 به توان 1 به علاوه 3 که باز نتیجه پس این منفی 1 به توان فلان ها شما رو گیج نکنه. این همین مثبت منفی مثبتی که من گفتم رو اونجوری نشون داده. این برای ماتریس های مراتب بالاتر هست یا سطح و ستون ها رو بخواییم عوض کنیم، به همین جهت گیج بازی در نیارید. همین که به میرعارفین گفتم کافیه. شما اگه رو سطر اول و سطر سوم، ستون اول و ستون سوم دارید بست میدید، علامت ها به ترتیب همین مثبت منفی مثبته. ولی اگه رو سطر دوم یا ستون دوم دارید بست میدید، علامت ها برعکس میشه، منفی مثبت منفی. فقط همینه. پس این منفی به توان فلان ها شما رو گیج نکنید. بعد اومده برای شما یه مثال حل کرده، یه مثال حل کرده، 1 ضرب در فلان. بعد ارز کنم فردانش منهای 2 فلان ارز کنم فردانش شما که به علاوه 7 ضرب در فلان. یکی یکی اینا رو پیش برده، اولی با علامت مثبت، دومی با علامت منفی، سومی با علامت مثبت که با اون منفی به توان فلان رو قصد داره شما رو گیج کنه و شما هم میشه. بعدش یک ماتریس بی رو مثال زده و این داستانه که ماتریس بی مثل 2 در 2 در 8 در 3 هست. شما ماتریس 2 در 2 رو صفحه 6 ساروس توی کتاب همون نیست؟ ساروس چرا تو کتاب درسی هست؟ ساروس توی کتاب درسی تون هست. من قبل گفتم یاد داشتون که فراموش نکن. خب بچه تست 47 بل این علامت ها رو من دقیق متوجه نشدم، چه زمانی مثبت منفی مثبت میشه، چه زمانی منفی مثبت منفی. ببینید شما الان همین صفحه 49 که الان همین صفحه که الان هستی رو میبینی، یه ما شما توی مثلا توی سوال 49 میبینی، من دارم به سوال 49 کاری ندارم، اما ماتریسش میخوام استفاده کنم. داری میبینید درش خط کشیدم؟ بله. این 49 رو مثلا من رو سطر اول میخوام بس بدم، 1 ضرب در فلان دترمینان 2 در 2 با میرسم 1 ضرب در اون دترمینانه. خب بعدی میشه منهای حالا این دفعه 2 ضرب در فلان دترمینان. فلان دترمینان که میگم منظور متوجه میشی؟ آره اینو متوجه شدم. اون تا کی مثلا شما استادی. اگر که شما اگر که رو سطر اول بست میدید یا رو سطر سوم بست میدید، یا ستون اول بست میدید یا ستون سوم بست میدید، علامت شما مثبت منفی مثبته. اون فرموله اوکی؟ بله. ولی اگر روی سطر دوم بست میدید یا روی ستون دوم بست میدید، علامت شما منفی مثبت منفیه. تو اون فرموله اوکی شده چی میگم؟ بله بله منظور این است. خب بچه ها سال 47 یه نکته‌ای داره، فکر می‌کنم که من ساعت قبل نکتهشو به شما گفتم. یه بار دیگه بچه ها من مجبورم خودم رو به شما نشون بدم.
اون تخته رو لازم دارم. یا کنید بچه ها تخته رو. ببینید توی دترمینان ضرب دوتا ماتریس دوتا نکته داریم. این دوتا نکته رو لطفاً با هم قاطی نکنید. یکی این که آورده مربعی باشن. آورده دوتا ماتریس مربعی باشن. در این صورت دترمینان ماتریس آب با دترمینان ماتریس آب دترمینان ضرب در دترمینان آ مساویه. این یه نکته که جزء نکته اول بود دوم بود. اینو گفتیم به شما رفت. خب؟ اتاق اگر آورده غیر مربعی باشن. غیر مربعی باشن. مثلا شما یک دونه ماتریس M در N رو در یک دونه ماتریس M در N ضرب کنید. خود آورده آره. مربعی نیستن. ولی ضربشون مربعی میشه. مثلا ماتریس 5 در 2 زده مثلا 2 در 5 ماتریس 3 در 7 زده مثلا 7 در 3 نتیجه یک ماتریس مربعی. پس ما برای کل این که نتیجه این زده ماتریس مربعی میتونیم دترمینان حساب کنیم. خب چون ماتریس مربعی دیگه ما نه. اگر بچه این عدد بیرونی M از عدد داخلی N بزرگتر باشه نتیجه دترمینان حتما صفره. نتیجه دترمینان حتما صفره. یعنی شما یه ماتریس مثلا 5 در 2 رو در یک ماتریس 2 در 5 ضرب کنید. دو تا ماتریس غیر مربعی. هزار بار تکرار کردم. اگه مربعی باشن فاز بس و فاز بالایی است. اصلا تو اون نیستیم. پایین دارم میگم. اگر دو تا ماتریس غیر اینجوری ضرب کنیم بچه این 5 در 2 این 2 در 5 5 از 2 بزرگتره. عدد بیرونیه داخلیه بزرگتره. دترمینان قطعا صفر. هر چی میخواییم هر چی میخواییم نیست. You are now muted. بیرغمانهی نمیدم گل زده بودن چه حال طبیب نبودن گل زده بودن این دوستان میگه من چراشو نفهم. آره میرفتیم بی خیال مشاهاتیم. این مصبت منفی مصبت کشتیم. خب. عرض کنم خدا شما که آقای عسکری من گفتم اگر منظورتون این چراییش رو من اصلا صحبت نکردم. گفتم که اصلا دلیلش رو من به شما نمیگم. ولی لازمم نداری که شما دلیلش رو داشتش. مثلا من یه مثالی میزنم. بچه نگاه کنیم. برای این یه مثال میزنم. مثلا یک ماتریس دو در یک در یک ماتریس یک در دو ضرب کنن نتیجه دترمینانش حتما صفره. نتیجه دترمینانش حتما صفره. یه مثال برات میزنم. مثلا میگم ماتریس یک سه در ماتریس دو پنج که دترمینان این مکان رو ساخت کنم. بچه این چی میشه؟
سطح اول ستون اول دیگه، سطح اول ستون اول، سطح اول ستون رو الاخر. یک ضرب در دو میشه میشه دو، یک ضرب در پنج میشه پنج، سه ضرب در دو میشه شیش، سه ضرب در پنج میشه پونزده. من این که ماتریس بگم مثل دو در یک در مثل یک در دو ضرب در اینجا ارداشم شانسی الکی نوشتم. خب ببینید دو تا پونزده تا سی تا شیش پنج تا سی تا سی میشه سی میشه صفر. این رسی میشه سه. خیالتون راحت باشه بچه ها. خب مثل آقای اسکریم دوباره جوابش نباشه و تشکرم کرده دستش دارد میکنم. پس آقایم وقتی دوتا ماسه غیر هزار بار دارم میگم، وقتی دوتا ماسه غیر مربعی رو در هم ضرب میکنید که نتیجه شکنس مربعی میشه و عدد بیرونی از عدد توی بزرگتر باشه، نتیجه دترمینان همیشه صفره. نسی بله، نتیجه دترمینان همیشه صفره. نتیجه سی منهای سی که میشه صفر، نتیجه دترمینان همیشه صفره. ولی اگر نه، مثلا یه ماسه یک در دو رو رئیس دو در یک ضرب کنه، عدد بیرونی کوچیک‌تر باشه ندیگه، اونا نمیشه گفتش که دترمینان حتما صفر. خب حالا بریم سراغ سوال خودمون. سوال 30 بچه، اینو برای سوال 32 نوشتم، اینو یادداشت کن. چه تست 47 47 میگفتم. بله بله، یک نکته گفتیم من اون نفهمیدم، ممنونم. یک دو در نفهمیدم کدوم نکته؟ 10 ثانیه پیش، 10 ثانیه پیش ایسی گفتیم من نفهمیدم. گفتم که همین رو گفتم من الان 10 ثانیه که یه دقیقه سراجع میدونم صحبت میکنم. نمیدونم، گفتیم یکی دیگه هست که صفر نمیشه، اون نفهمیدم. آها آها، مثلا این عدد بیرونی کوچیکتر باشه، مثلا حادثه دو در پنج رو در مثل پنج در دو ضرب کنیم، عدد بیرونی کوچیک‌تر باشه. مثلا چی میگم؟ بله. موقع دترمینان لزوماً صفر نیست، حالا ممکنه صفر باشه، لزوماً صفر نیست. بله. حالا بریم برای این سوال خودمون. اصلا اینو باید بالایی قاطی نکنید. بالایی بر ماسه مربعیه، همین مربعیه، همون مربعیه الان. سوال خودم، ماتریس A ضرب در B و B ضرب در A، B ضرب در A بچه ها B ضرب در A یعنی دو دو ماتریس در یک دو منفی سه. بچه سه در یکه، این یک در سه. شک نکنید که این دترمینان صفره، اصلا شک نکنید، حتما نتیجه این دترمینان صفره. یعنی دو تا رو هم ضرب کنید، ماتریسی که ایجاد میشه دترمینانش حتما صفره. ام کوچیکتر از ام نیست. گوش کن آقای میرعارفی، یه ذره شما باید گوش کنی بیشتر. درست شد بچه ها؟ شما الان دارید این دوتا رو در هم دیگه ضرب میکنید، الان عدد بیرونی از عدد داخلی بزرگتره. الان بیرونی ها سه، داخلی ها یکه. چون بیرونی از داخلی بزرگتره، نتیجه دترمینان حتما چیه؟ صفر هست. نتیجه دترمینان حتما صفره. که این شما آقای میرعارفی هم گوش کنید، یک دهم حرف زدنش اگه گوش کنید مشکلش برطرف. حالا به دلتون نشسته میگن آقا چکش کن. باشه، چک میکنیم. بچه سه در یک، یک در سه، نتیجه سه در سه میشه دیگه. نتیجه سه در اون بر شما انجام میدم که خیالتون راحت باشه. خب سطر اول ستون اول، سطر اول ستون دوم، همینجوری سطر میگه. دو ضرب در یک، دو ضرب در دو، دو ضرب در منفی سه، دو ضرب در یک، دو ضرب در دو، دو ضرب در منفی سه، منفی سه ضرب در یک، منفی سه ضرب در دو، منفی سه ضرب در منفی سه. بچه این دترمینانش قطعا صفره. بچه من نمادش رو دترمینان بکنم. اینو شک نکنید که صفره، لطفا این رو خودتون انجام بدید. حالا یا با روش ساروس یا با هر روش دیگه ای که میتونن انجام بدید انجام بدید. این دترمینان قطعا صفر، این دترمینان قطعا
صفر هست، چون یه ماده سه در یک، یه ماده سه غیر مربعی در یک ماده غیر مربعی ضرب شده که عدد بیرونی از عدد دویه بزرگتره. این دترمینان قطعا صفره. قبل از اینکه بنویسیم میتونیم بنویسیم صفر، ولی حالا یه ذره باز راحت رو جلوتر. اما برعکسش اصلا اینجا چی می‌نویسن؟ می‌نویسن سه در یک، یک در سه، و این دترمینان حتما صفر میشه. اما آب چی میشه؟ بچه یک در سه بیدن سه یک در سه در یکی اول سطح میسیم بستیتون میگه نتیجه یک در یکی یعنی یک یه درایه میشه یه درایه. خب سطح اول در ستون اول ضرب میکنیم میگه میشه چهار به علاوه چهار به علاوه نه هیده. اول کلاس گفتم بچه ها ماتریس های یک در یک درایهشون همون عدد ماتریس ها درایه شد 13. این اصلا این قسمت اون قسمت خود یک در دو اولی چهار نیست دو یک دو از میخوام بل این دو شیش پونزده درست رو رفته ای؟ یک ضرب در دو بله نتیجه می شود 15. این از تست 47 بچه نکتهش مهم بود و نره فرد دو تا ماتریس رو مثل این کلی در هم ضرب کنه بعد به این نتیجه که درایش صفر شد چیز دترمینان صفر شد بعد دو ساعت وقت گذاشتن. ماتریس های غیر مربعی که در هم دیگه ضرب میشن اگر این اتفاق بیفته این عدد بیرونی عدد داخلی بزرگتر باشه نتیجه اون دترمینان صفر که نکتهش رو که تخته قبل نوشته. خب بریم سوال 48. سوال 48 میگه ماتریس آ هستش سه دترمینان آ یک چهار دترمینان آ. بچه میدونید که دترمینان یک عدده یعنی اینجا سه برابر یه عدده یعنی این یک عدد هست دترمینان بچه جنسش عدده آیا ماتریسه؟ آیا خالی؟ بدون این نماد شبیه قدر مطلق یه ماتریسه یه مثل دو در ده ولی وقتی بغلش خط قرار میگیره میشه عدد اون ماتریسه. پس فرق آ رو با دترمینان آ بفهم آیا یه ماتریسه چهار تا درایه داره درایه هاش نیست. حالا میگه که مقدار دترمینان آ کدام است؟ بچه من این برقش سی نیستم نگاه کنیم ماتریس چند در چند دو در دو خب نیستم آ هست آ به سه ده دترمینان آ چی میشه؟ اینو نگاه کنید دترمینان آ چی میشه؟ لطفا اینو همینجا پیاده کنید همین که اینجا نوشیم ماتریس آ اینه دترمینان آ اینه تمام ماتریس آینه دترمینانش میشه این حاصل ضرب این دوتا بچه این دوتا هم کنار هم دیگه نوشتن مثل ضرب اعداد دیگه وقتی علامت میذاریم یعنی ضربه دترمینان ها جنسش عدد بار هزار رو میدارم. خب اینجا بچه عددی که باید پیدا بشه میریم پنجم دبستان معادله درجه دو با تغییر متغیر
دوست نداشتم تغییر متغیر ندارد. برای اینکه راحت تر دیده شه، راحت تر خونده شه، اسم دترمینان رو گذاشتم تی. شما میتونید کارو نکنید، همون دترمینان آب توان دو و اینا رو خیلی راحت تری. خب بریم معادله درجه دو، آ به علاوه سه شده به معادله درجه دو، رفت به دترمینان نداره. آ به علاوه سه شده به یکی از چهار منفی دترمینان ها بچه ها میتونه یک باشه، میتونه منفی باشه، میتونه چهار سوم باشه. ما خود آ رو نداریم ما، ولی دترمینانش رو داریم. دترمینانش رو داریم که خب بچه ها یه سوالی رو ساعت قبل توی اون یکی کلاس پرسیدن با این هستش که بچه ها دترمینان جوابش منحصر به فرد آفرین آی آزاده همین سوال پرسید. بچه ها اینجا جواب این دترمینان در واقع اگر دترمینان ما اعدادش متغیر نبود، اعدادش متغیر نبود، مثلا 5 12 7 1 اعداد مشخصی داشت، جواب دترمینان منحصر به فرد جواب منحصر به فرد. ولی اینجا خود دترمینان داره متغیره. وقتی خود دترمینان داره متغیر میشه، جواب دترمینان میتونه متغیر باشه دیگه. جواب دترمینان مثل معادله درجه دو که وقتی میگه معادله درجه دو دو تا جواب داره، من جواب معادله درجه دو هست 2 و 5، جواب معادله درجه دو 2 و 5، نه اینکه x هم 2 هم 5، یعنی x میتواند 2 باشد، x میتواند 5 باشد. اینجا هم همینه، چون از خود درایه ها درگیر هست با متغیر دترمینان اتفاق افتاده. ولی بله دیگه، دو تا ماتریس متفاوته. احسن، این ماتریس دو تا ماتریس متفاوته، یکی از ماتریس ها دترمینانش منفی یکی، یکی از ماتریس ها دترمینانش 4 سوم. این هم تست 48 نکته دترمینان و ماتریسی نداشت. 48 آقای نکته نداشت. خب 49 گفته به روش ساروس. بچه روش ساروس رو نمیدونم، این تو پاسخنامه شاید باشه کتاب کاگو، من توی درسنامش روش ساروس رو ندیدم. کتاب درسیتون روش ساروس رو داره، اینم به احتمال 99% توی پاسخنامه تشکیلش اینا داشته باشه، ولی خب روش ساروس رو من دیگه برای شما نمیگم. 50 سال 50 میگه برای ماتریس سه در سه آ مثالی بزنید که دو تا ماتریس آ به توان دو منهای 9 تا ماتریس آ به علاوه 9 مثال بسید. دو تا دترمینان آب توان دو منهای 9 تا دترمینان آب به علاوه 9 مثال بسید. آن دترمینان تو با سخنامه گفته های شبسه چک کردن. بله روش ساروس رو توی پاسخ رو بده. خب بچه دترمینان آر پیدا میکنم، حالا اگه سختتون نیست که بذاری تی ایراد نداری، راحت تر به چشمتون بیاد اسمش رو بذاریم تی. خب روش دلتا بریم به نظر راحت تر. منفی ای مستقنان دیگه بکنم که دو نه 4 هسته 4 دو تا 8 و 8 هفته 2 تا تفصیل بر 2 آر 4 9 مصبت منفی رادیکال 9 3 تقسیم بر 4 میشود 3 9 4 9 3 12 تقسیم بر 4 3 9 میلیون 3 6 تقسیم 4 3 2 2 دو تا جواب به ما دارد. یعنی دترمینان آ میتونه 3 باشه، میتونه 3 دوم باشه. خب حالا به شما گفته آقا یه دترمینان 3 در 3 بگیر که مثلا جوابش بشه 3. کسی میتونه یه روشیه که ما راحت بتونیم یه دترمینان 3 در 3 بگیم؟ آفرین، احسن. آقایون ما برای نوشتن یک دترمینان با جواب مشخص، اگه خواستیم یه مثالی برای دترمینان بزنیم که جوابش رو داریم، بهترین کار یه ماتریس قطبیه، یه ماتریس بالا مثلثیه، یک ماتریس پایین مثلثیه.
این جواب رو آقای آزاده دادن یا منفی یک منفی یک سه ضرب این سه تا بشه سه دیگه هر جوری که می‌خوایم بنویسیم. منتها راحت ترینش همون ماتریس قطری حرف ماتریس قطری اسم خیلی هم راحته، خیلی راحت. خب پس برای سوال 50 باز ما نکته خاصی نداریم جز همین که آقای آزاده کمک کردن. ماتریس 51 آسونه، الف به جیمش که دو در دو آسونه، به دالش هم که سه در سه. من پیشنهاد این است که روی ستون دوم بسته. بچه دال رو من حل میکنم 51 برای بعضیه که نیا کنیم بچه دال رو برای شما حل کنم 51 دال رو دو صفر چهار سه صفر یه دو منفی یک دو جواب این دترمینان رو بکنم. ما مثلا من اگر باشم به عنوان یک دانش آموز زرنگ میبینم که ما با توی این دترمینان یه ستونی داره که دوتا صفر داره. خب روی این ستون دست دادم خیلی خوبه دیگه، میشه صفر در فلان دترمینان، صفر در فلان دترمینان، منفی یک در فلان دترمینان. بچه منفی مستقر دقت کنید چون رو ستون دوم هستیم، اولی منفی، دومی مثبت، سومی منفی. گفتم اگر این ستون دوم رو سطح دوم میتونیم بست بدیم علامت ها عوض میشه، منفی مثبت منفی. صفر چیز تا صفر تا صفر چیز تا صفر اون دو فکر اصلا از بین میریم قابله. میمونه این منفی یک بچه ها سطح ستون منفی یک رو حس میکنم، این و این رو حس میکنم که دو چهار سه یک دو چهار سه یک حسابش میکنم دو منهای دوازده میشه منفی ده. دیدم که منفی در منفی مثبته، خب این منفی ده در این مثبت چه منفی ده، یعنی جوابه میشه منفی ده. توی اون مربعه های پایین منفی ده رو دادیم. این برای کسانی که زرنگن میبینن یه سطح یه سطحی پیدا کردن که دو تا صفر داره، سری میرن میشستن به همون مسئله رو حل میکنن. این برای بچه زرنگ ها درست شد، یه ستون دوم بست میدن رو سطح سوم، هر جایی که صفرهای بیشتری داره. فقط اون علامت منفی مثبت منفی یا مثبت منفی مثبت فرمول رو فراموش نکنید. فرمول میگن یعنی که نتیجهش ممکنه مثبت شه، شما منفی میذاری ولی مثبت. این قرمز رو علامت فرمول هست. خب حالا بریم سراغ روش ساروس. روش ساروس بچه‌ها تو اون کلاس نگفتم چون کلاس بدشانسی بود، 20 دقیقه نیم ساعت ما وقت اون کم شده که شروع کلاس بود، اول صبح کم وسط کلاس ما رو انداختم بیرون، بعد اصلا الیس قطع شد. اینا برای شما بچه روش ساروس رو اینجا یه بار دیگه برای شما بگم، اگه فرصت شد برای من میخواده اون کلسه هم آ ب س ب ای ف ای اچ. بچه ها یه ترمینان رو سری میخواد روش ساروس بره ولی میخواد یه دونه بنویسه، یعنی یه دترمینان مشابهش کنارش ننویسه، میخواد از این استفاده کنه. بچه خیلی توضیح نمیدم و لطفا چون تو کلاس هم نگفتم خیلی نمیخواد توضیح بدم. به جای این که من بیام اون ورش یه دونه بنویسه با همین مسئله رو میکنیم. بچه نیا کنید قطر اصلی بود و دوتا خط موازیش، خب قطر اصلی بود و دوتا خط موازیش. من اینجا قطر اصلی میکشم با دو تا مثلث، یا کنید اینا میکشم
برای قسمت اول ها، یعنی اونایی که اول با هم جمع میشن، بعد قطر فریار بود که با هم از نسی کلی کم شد و این مسئله است. خوب شوش کنید بس من این تکرار میکنم. این یه مثلث بچه ها، اولی چی بود؟ آ، ای، آی، بعدی چیه؟ ب، اف، جی. من ب، اف، جی که اینجوری قرار بود ساخته شه، من اینجوری ساختم ب، اف، جی. یه مثلثی که قاعدش با قطر اصلی موازیه. پس شد آ، ای، آی، اینجا بنویسم A, E, I, برمیده B, F, G. لطفا بچه زرنگا گوش کنم، بقیه سختشون انجام ندن. یه دونه هم باز از این و یه مثلث هم از این ور میکشم D, H, C. چی شد؟ قطر اصلی و دو مثلث مرگر اسرائیل. احسن آی افتاهی، این خط قرمز هستن برای همون مرگه هست. خب قطر اصلی رو که داریم با دو تا مثلث، دو تا مثلث، یه دو تا مثلث که قاعده هاشون با اون قطر اصلیه موازی باشه. این میشه عدد اولیه که ساخته میشه. حالا بچه میدم شروع شد اینو با بچه زرنگو اینو مقایسه میکنم. حالا پکش میکنم. میرم سراغ آیتم دومیه. حتی اینجوری میکشم. اولیش که تابلو اینه. سی ای جی. بعد یه مثلث اینجوری ب ب آ، یه مثلث اینجوری آ اف کش آ اف کش. من رنگ این عوض کنم شاید بهتر دیده شد. آ اف اچ. بچه های قطر فرعی و مثلث هایی که قاعده شون با قطر فرعی موازیه. خب این بچه ها شروع کنم اینو حل کردم. ساروس، حالا از که این مثلثی از خودمون علیکه اسم بزنیم، ساروس مثلثی. بچه اونه که با هم جمع شده دو ضرب در صفر ضرب در صفر دو مزن دو ضرب در صفر ضرب در دو صفر ضرب در یک ضرب در دو صفر ضرب در منفی یک ضرب در چهار. این شد قطر اصلی و دوتا مثلثش. یه بار دیگه میگم دو ضرب در صفر ضرب در دو صفر ضرب در یک ضرب در دو منفی سه ضرب در منفی یک ضرب در چهار. حالا از این ور چهار ضرب در صفر ضرب در دو یک ضرب در منفی یک ضرب در دو صفر ضرب در سه ضرب در دو بالایه منفی دوازده پایینه منفی دو. برای با بالایه منه پایینه باشه دیگه، اینوریه منه اینوریه دیگه. دوازده منه منفی دو باشه ده هم منفی ده. به همون جواب رسیدیم. دقت کنم امیر رفیق. پس آقایون ما به جای روش به جان موازی روش همون روش ساروس ما که طرز نوشتنش فرق میکنه. مثلا دانش آموز مسلطه میخواد با یه دترمینان مسئله رو حل کنه. قطر اصلی و دوتا مثلث مرتبط با اون، قطر فرعی و دوتا مثلث مرتبط با اون، این همون روش ساروسه. متأ جای کمتری میگیره و شاید بتونه میگیم برای دانش آموزان قویه دیگه، مثلا بتونن آیتما رو درست تشخیص بدن و در همدیگه ضرب کنن، توی سرعت بالاتر و فضای کوچکتری بتونن جواب رو به دست بیارن. به وایه مثلا دوال مثلا تو رو چی گرفتی؟
در به اون چپی که حروف ممکنه از تردید. خب سوال 52. سوال 52 از حل معادله زیر گفته که من صفحه بعدم میبریم چیه ویژگی های دترمینان. اون تو اون کلاس واقعا ما اذیت شدیم. خب سوال 52، با اجازتون ما سوال 52 رو در حد پیش دبستانی میتونیم حل نمی کنیم. یه دترمینان 2 در 2 شده 0، میشه آ د منهای د 3، آ د منهای د 3 مساوی با 0. آدم که شبیه همان دیگه بچه نیا کنید، لوگاریتم 1 من ایکس، لوگاریتم 1 من ایکس، یعنی میشه لوگاریتم 1 من ایکس کلن به توان 2. اینم که باز شبیه همیشه چه معادله لوگاریتمی، معادله لوگاریتمی سواد ابتدایی حسابان، معادله لوگاریتمی بلدید حل کنید. شما اینجا به یه معادله لوگاریتمی میرسید، لوگاریتمی تواندار هست، خیلی کار پیچیده‌ای نیست ناسش و حلش میکنید. فقط بعد از اینکه شما معادله لوگاریتمی رو حل کردید باید به چی دقت کنید؟ به دامنه هم دقت کنید. ما نمیگیم معادله لوگاریتمی حل میکنید قبلش دامنه رو مشخص کنید، نه، ولی پیشنهاد که نه، قطعا شما باید این کار رو انجام بدید. جوابایی رو که به دست میارید چک کنید که چی بشه؟ جلوی لوگاریتم منفی نشه، ورودی لوگاریتم منفی و صفر نشه. جواب لوگاریتم میتونه منفی بشه، جواب لوگاریتم ایراد نداره، میتونه منفی بشه، میتونه کسری باشه، ولی جلوی لوگاریتم، ورودی لوگاریتم، به قول بچه درس خونه آرگومان لوگاریتم نمیتونه منفی یا صفر باشه. بعد از اینکه جواب رو پیدا کردین حتما با این دامنه ای که گفتم چیز میکنید. بچه ها سال 53 نکته داره، نکتهش رو یادداشت بفرمایید لطفا. سال 53 نکته داره، نکتهش رو یادداشت کنیم. خود 53 هم هر میکنم سال 53 چی میگه؟ آن نکته شده بودم، نکته بچه ها ماتریس وارون رو حساب میکنید، دترمینان رو به دست میارید. خب رابطهش با دترمینان ماتریس اصلی بینید، یعنی چی؟ بچه یه عدد این با این دو پنجم این پنج دوم، این سه این یک سوم. چی میگه؟ میگه دترمینان وارون یک ماتریس، دترمینان وارون یک ماتریس برابر است با وارون دترمینان و ماتریس. این ناگفته پیداست دیگه، دترمینان ها مخالف صفر منظوره دیگه، یعنی ماتریس وارون پذیر رو اصلا باشه. این فکر کنم تو نکاتی رو نگفته بودیم ساعت قبل، یاد داشت بفرمید. این رو 53 پیادش میکنیم، این رو 53 پیاده میکنیم. سال 53، بچه سال 53 دقت کنید، نوشته دورش دارم فرق میکنم، نوشته 2 در 2. لطفا به این کلید واژه ها دقت کنید، یه ماتریس 2 در 2. بعد اینجا ضابطه این ماتریس رو نوشته. برای اینکه راحت تر باشیم بچه ها اینجا نیستیم A1 1 A1 2 A2 1 A2 2. هر یک ارائه نویسی اینجوری بود دیگه، اولی آی دومی جیه. حالا بریم ضابطه دقت کنیم. ضابطه من چی میگه؟ میگه اگر آی کوچکتر از جی، اون موقع جواب شما دره شما شد جی منهای آی کوچکتر از جی، یعنی این آی کوچکتر از جی، ضابط بالایی بدارم میگم، یعنی این میگه جواب هست جی منهای آی، جی منهای آی، یعنی 2 منهای 1 جواب این جی.
بعد میگه توی ضابطه بعدی میگه اگر آی بزرگتر از جه یا آی بچه آی مساوی جه همیشه قطر اصلیه. میگه اگر آی بزرگتر از جه یا مساوی جه بود آی و جه رو با هم جمع کن، یکونی که با هم جمع کن میشه دو، دو و دو رو با هم جمع کن میشه چهار، دو و یک رو با هم جمع کن میشه سه. یه مرور یه دقیقه بود برای ماتریس نویسی که شاید یادمون رفته. خب بریم ادامه کن. میگه محاسبه وارون ماتریس ها، وارون ماتریس ها چی بچه ها؟ یک برای دترمینان ها، هشت منهای سه پنج، یک برای جاویده نیست ماتریس سه و یکی جاویده نیست. آقای میرارفین بچه ها دوست عزیزمون از مغز و وقت من به عنوان چک نویس خودش استفاده میکنه. مثلا وقتی یه سوالی برش پیش میاد قبل از اینکه بنویسه یه چک نویس اونجا هست، یعنی من رو مغز آقا حساب میکنه نوشتم. آن چک نویس دوم استفاده میکنه، یعنی هر جای سوال داره قبل از اینکه بنویسه میگه اینکه میخوام رو کاغذ بنویسم بذار رو مغز آقا بنویسم یا آقا کمک میکنه جواب بده. یک برای دترمینان ها، هشت منهای سه پنج، یک پنجم قطر اصلی جابجا، قطر فرعی قرینه. خب میشه چی؟ میشه چهار پنجم منفی یک پنجم منفی سه پنجم دو پنجم. حتی دترمینان این میشه چی؟ هشت سه چه پنج. دترمینان این میشه چی؟ ضرب قطر اصلی یعنی هشت بیست و پنجم منهای ضرب این دوتا، سه پنج، سه بیست و پنجم، پنج بیست و پنجم، یک پنجم. ببین بچه ها وارون شد. پس ماتریس وارون دترمینانش وارون دترمینان ماتریس اولیه است. ماتریس وارون دترمینانش وارون دترمینان ماتریس اول است. خب بریم سراغ صفحه 20. ویژگی های ویژگی دترمینان، بچه ویژگی دترمینان رو یه بار یه تعدادش رو گفتیم، یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم یه کتاب کارگو. خب یک، برای هر ماتریس مربعی وارون پذیر، وارون پذیر از این جهت میگه که اون آقای دترمینان ها صفر نباشه، که یک اصلا صفر نشه و معنادار باشه. دترمینان ماتریس آ، دترمینان وارون ماتریس آ هست، یک برای دترمینان ماتریس آ که همین الان صحبت رو کردیم. هیچی برای هر ماتریس مربعی، آقا زیر مربعی لطفا اینجا خط بکشید، ماتریس مربعی آواده، برای ماتریس همونجوری که من خط کشیدم شما هم خط بکشید، برای ماتریس مربعی آواده درست ماتریس آب با ماتریس ب آ ماتریس ها برابر نیستن. ماتریس آب یادمون جلسه قبل گفتم شاید خاصه جالبی نشه، ولی دترمینانشون با هم برابرن، یعنی اعداد حاصل از دترمینانشون یکسان میشه. علاوه بر اون ما میتونیم که دترمینان های دوتا ماتریس هم تفکیک کنیم، چیزی شبیه قدر مطلق. چون بچه اینجا دترمینان آب به تنهایی معنا داره، چون آب ماتریس مربعیه، دترمینان ب به تنهایی معنا داره چون ب یک ماتریس مربعیه. اگر آ و ب ماتریس مربعی نباشه اصلا دترمینان آ و دترمینان ب معنا نداره، که نکتهش هم گفتیم، اون نکته‌ای که میرارفی تو باقالی رفته بود ام ضرب در ان، ام ضرب در ان اگر ان از ان بزرگتر باشه دترمینان صفر. این داستان خب برای سه بچه ماتریس قطری رو گفته، ماتریس قطری دترمینش میشه حاصل ضرب قطر اصلی. لطفا بچه ها اینجا یادش کنید، اینی که من بنویسم شما هم بنویسید، و بالا مثلثی و بالا مثلثی و پایین مثلثی. دیگه من حالشو ندارم با مست بنویسم، قلم نوگیرم که نگم چرا اذیت میکنم.
بالا مثلثی و بالا پایین مثلثی. پس نکته سه فقط برای برای ماتریس قطبی فقط نیست، برای ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی هم اعتبار داره، یعنی که دترمینان میشه حاصل ضرب اعضای قطب است. راجع به 4 ساعت قبل صحبت کردیم بچه ها، وقتی که یک عددی در ماتریس ضرب میشه و دترمینانش رو بعداً حساب میکنیم، مثل اونه که اول بیاییم دترمینانه رو قبل از ضرب حساب کنیم، بعد اون ضریب رو با توان n در اون ماتریس ضرب کنیم. n چیه؟ n مرتبه ماتریس آه، یعنی اگر ماتریس شما 2 در 2 بود، اون ضریب با توان 2 اثر میکنه. اگر ضریب ماتریس شما 3 در 3 بود، اون ضریب با توان 3 اثر میکنه. خب بیاییم مسئله رو که حل کرده با همدیگه بچه ها یک نگاه کنیم. حالا اومده بچه ها سؤال رو حل کرده، بیاییم بالا ببینیم چی پرسیدیم. سؤال خوبی ها بچه ها، سؤال خوبی هست، لطفا دقت کنید. ما برگشتیم رو همون سنگ بنا اصطلاحا هم و اونجا میخوایم سؤال رو حل کنیم. ماتریس آ رو داره، ماتریس ب 3 در 3 هم داده، ماتریس آ رو خودش رو داده، ماتریس ب دترمینانش رو داده، گفته دترمینان ماتریس ب چه. خب بچه ها دترمینان پای تخته می نویسن. این از چند تا ویژگی پشت سر هم استفاده کرده. دیگه که دترمینان منفی 2 آ 2 به وارون رو میخواد. خب اول بچه ها تو اینجور مسائل از ضریب شروع کنید. از ضریب بچه ها آده یه ماتریسه، به وارون یه ماتریسه، دو تا ماتریس در هم ضرب شدن، شده یه ماتریس، بعد اون ماتریس در یه ضریب حل شد. پس آقای اگر 7-8-10 تا آیتم در هم دیگه ضرب شده باشه، به ضرب ماتریس ها کاری نداشته باشه. اول این عدده رو حالش رو بگیرید. این منفی 2 بیاد بیرون. این منفی 2 بیاد بیرون. این ماتریس دیگه، دو تا ماتریس در هم ضرب شده. بچه این منفی 2 با چه توانی باید بیاد بیرون دترمینان؟ با چه توان اینجا باید بیاد بیرون بچه ها؟ با توان 3. احسن، چون ما ماتریسی که اینجا داریم یک ماتریس 3 در 3 هست، پس با توان 3 میاد بیرون. این از این خدا رو شد. حالا این توی این اینو خوردش میکنیم. ما گفتیم که ضرب حالا میتونیم اینجا بگیم منفی 8 بنویسیم که خیلی شلوغ نشه. منفی 8 ما گفتیم ضرب ماتریس مربعی رو میشه تفکیک کرد، میشه دترمینان آ 2 دترمینان ب 2 میشه تفکیک کرد. گام بعدی نکته داشتیم، گفتیم که توان دترمینان میتونه بیاد بیرون، توان دترمینان گفتیم میتونه بیاد بیرون توی نکته قبلی بکنیم. ما گفتیم که تابع ماتریس وارون دترمینانش وارون تابع است. همون شد دیگه بچه ها، منفی 8 نب در آر دترمینان ها بکنم. بچه ها دترمینان ها من اینجا ننوشتم، توی صفحتون روی مونیتور دارید میبینید، توی کاگو دترمینان. بچه ها آ یک ماتریس قطبیه، احسن به قول دوستانمون، دترمینانش منفی 6 که توان 2 هم که داره، دترمینان دل هم که گفته 24. به همین سادگی، به همین خوشمزدگی. پس آقایون شما وقتی که چند تا ماتریس و عدد و فلان و بیساد بر هم ضرب شده باشه، بعد رو کلشی علامت دترمینان گذاشته باشه، اول ضریب عددی رو میاری بیرون با توان مناسب، بعد ماتریس هایی که توش هستن رو تفکیک میکنید. کجا؟ بار هزارم دارم یا ماتریس های مربعی، ماتریس مربعی. اگر آ و ب ماتریس مربعی نباشن، ما تفکیک نداریم. نکته مهم میشه اینه که اگر ام بزرگتر از ام باشه، دترمینان صفر و این داستانا، که انشالله با این قاطیش نه.
بریم صفحه بعد رو نگاه کنیم. صفحه بعد بچه اینم پاک میکنم. صفحه بعد هم چیزی بامزه ایه. قبلا که به شما وقت دادیم مدیس شما دوازده و نیمه، بعد یه مدرسه هست سمت نیاوران، پارک نیاوران اینجا گفتیم خب یه روپه یکم به اونا وقت بدیم، گفتیم از قیطریه تا اونجا از اندرزه به سری آدم میرسه دیگه. بعد الان اتفاقی که افتاده شما کلاستون شده غیر حضوری، من الان تو خونه هستم و یه روپه خودم رو بس که یک روپه یک برسونم تو اون مدرسه. فکر اینجا رو نکرده بودم که یه مدرسه غیر حضوری میشه یه مدرسه حضوری میشه. نه آیه میرارفی، من با موتور باید برم دیگه مجبور مالته، من الان از خونشون دارم میام دیگه، از چیز نمیرم، از اندرزگو نمیرم. نیزم نیایش خط ویژه و بالم خط ویژه و با موتور دیگه چیکار کنیم دیگه. دیگه موتور تون میرن همه فوش میرن بهشون، این چه وضع دانم دیگه اینه یکیشونه. خب اصلا خدمت شما که اتفاقا همین آیه پولکا داشتم همینو گفتم، یه دو سه دقیقه زودتر رفتم یه چیز به وجود میاد. نه بذارید حل کنم دیگه، به اونا گفتم شاید به تفکیل بزن. تست 55 چون تست با مزه و خاصیه رو خوب دقت کنید. تست 55 میگه دترمینان آوارون شده یک سره، من میشینه که دترمینان ای منفی یک رو یعنی دترمینان آ خودش منفی دوه دیگه این تابلو میگه دترمینان دترمینان آ برابر آ. بچه نیا کنید آ میگه آم در بچه این دترمینان چیه؟ این جنس این که من دستان گوشتم روش چیه؟ این جنسش چیه؟ جنس این عدد احسن عدد این همین مخواستم بگم بعضی از تسته اینجوری همیشه بچه این عدده. پس تو وقتی که این عدد رو میاری بیرون بقیه ماتریس بازه باشه تو اون آسل، این عدد میاد بیرون باید با توان بیاد بیرون دیگه. خیلی مهمه این دوتا چند دانشانس که گفتن عدد، من امیدوار شدم اینو باید بفهمید. به ترمینه جنسش عدده، وقتی میاد بیرون یه عدد میاد بیرون با توان میاد بیرون. با چه توانی؟ ماتریس ما چند در چنده؟ دو در دوه، دو در دوه، پس این با توان دو میاد بیرون. این که هیچی آب توانستم که این سر میشه بیاریم بیرون دیگه. بچه قبوله که دترمینان آ به توان دترمینان آ که منفی دو میشه منفی 32. بچه تکلیف شما این هست، تکلیف شما این هستش از همین دترمینان که ما درست دادیم تا آخر فصل یک کاگو توی LMS شما رو میذارم، حالا یا امشب یا فردا، چون کلاس هم امروز خیلی پشت سر همی شاید نتونم امشب بذارم براتون، ولی کلیاتش این هست، کل مانده کاگو تا آخر فصل یک رو حل میکنیم. مانده یعنی چی؟ یعنی از همین دترمینان تا آخر فصل، یه سری تستای دوره‌ای داره و سوالات دوره‌ای داره و اینها، اونا رو حل میکنیم. وقتی به اونها میرسیم این توش دستگاه معادلات هست، توش تابع ماتریس وارون هست، توش ضرب ماتریس هست، اونا چون دوره‌ای هست همه اونا رو بسی که حل کنیم. پس سراغ گاج نمیرید، سراغ کتاب درسی هم نمیرید. کتاب کاگو برای یک هفته بچه ها، تا هفته بعد فرصت دارید، یعنی دو جلسه ایش نکردم دوبار تکلیف نیست، تا آخر تا جلسه بعد فرصت دارید فصل یک رو تا آخر کتاب کاگو رو تا آخر فصل یک تمرینش رو چکار میکنید؟ حل میکنید انشالله. توی LMS هم برای شما امشب یا فردا میذارم. خسته نباشید بچه ها، خسته نباشید.